بینندگان گرامی درود من و همکاران من رو بپذیرید و بسیار خرسندم که در فرصت دیگری در خدمتتون هستم و یکی از برنامه‌های از سان فرانسیسکو رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه تلویزیونی سان فرانسیسکو به طور مستقل تهیه و تولید میشود و شامگاه هر آدینه ساعت 5 و بازپخش آن بامداد دوشنبه ساعت 6 خواهد بود. در برنامه امروز هم طبق روال همیشگی دو گفتگو داریم. دو گفتگو هر دو از راه دور. به لندن خواهیم رفت و گفتگو خواهیم کرد در مورد فاجعه غزه که در حال اتفاق افتادن هست. همین لحظه که در خدمت شما هستیم این شهر زیر بمباران هست و از 8 جولای تا به حال همچنان زیر حملات خورد کننده اسرائیل است. در این رابطه با آقای دکتر حسین باقرزاده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه صحبت میکنیم. در بخش دوم برنامه ترانه‌ای برای شما پخش خواهیم کرد. قبل از ترانه گفتگویی خواهیم کرد داشت با خواننده این ترانه. ترانه‌ای که در سطح جهانی پخش شده بسیار زیبا و قابل تأمل هست و قابل صحبت. بنابراین با خانم شقایق کمالی خواننده سوپرانو که این موسیقی رو اجرا کردن، این ترانه رو اجرا کردن، گفتگو خواهیم کرد که ازتون تقاضا میکنم حتما تا انتهای برنامه باشید و برنامه های ما رو دنبال کنید. در طول برنامه اگر در طول هفته اگر نظری، گفتاری، صحبتی در مورد برنامه دارید با آدرس زیر صفحه تلویزیون با ما در تماس باشید. تا به بخش‌های مختلف برنامه برسیم تأملی کوتاه می‌کنیم و تا چند دقیقه دیگر در خدمتتون خواهیم بود. نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد على شاشتنا، حيث قال مراسل الجزيرة نقلا عن الأمم المتحدة نفيها لوجود أي أسلحة في مدارس الأونروا التي استهدفت من جانب الاحتلال الإسرائيلي. المتحدث باسم الأونروا كريس جانس الذي كان يتحدث مع الجزيرة من مكتبه في القدس استطاع حبس تأثره بما جرى في مدرسة الأونروا في مخيم جباليا، لكنه لم يتمالك نفسه لهول ما شهده بمجرد انتهاء المقابلة على الهواء وقد سجلت له الكاميرا هذه اللحظات. The rights of Palestinians, even their children, are wholesale denied, and it's appalling. My pleasure. بینندگان گرامی، امروز که دو روز به پخش برنامه ما مانده هنوز جنگ بزرگ در غزه ادامه داره و این جنگ به بهانه ربوده شدن سه نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی ها بود که بعداً اجساد اونها رو پیدا کردن و به تلافی اون اسرائیل و ارتش اسرائیل شروع به بمباران غزه از 8 جولای کرد و بعد از اون
حمله زمینی رو به این نقطه فلسطین آغاز کرده و حدود سه هفته است که این حملات ادامه داره به طرز فجیعی کشدار غیر نظامیان زنان و کودکان ادامه داره به طوری که تا کنون 1200 نفر بالغ بر 1200 نفر فلسطینی کشته شدند که اغلب اونها کودکان و زنان هستند. در این جنگ 56 اسرائیلی به هلاکت رسیدند که 53 نفر اونها نظامی و 3 نفر اونها غیر نظامی است. و تا کنون طبق آمار سازمان ملل 215,000 فلسطینی مجبور به ترک خانه های خودشان شدند و آواره هستند. و جالب این هستش که کشورهای بزرگ، سران کشورهای بزرگ شاهد هستند و به حالت انفعال هیچ عکس العمل نسبی از خودشان نشان نمیدهند. همچنین کشورهای عربی که شاهد از بین رفتن یک کشور عربی دیگر هستند سکوت کردند و عملی انجام نمیدن. جالب این هستش که جمهوری اسلامی که یکی از پایه های بقای خودش رو دفاع از مردم فلسطین گذاشته و میداند، او هم سکوت نسبی کرده است. در این رابطه با آقای دکتر حسین باقرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی در لندن صحبت میکنیم که تا چند لحظه دیگر گفتگوی ما با ایشون آغاز میشه و بعد از این گفتگو در خدمتتون خواهیم. آقای دکتر حسین باقرزاده، سپاسگزارم از اینکه باز هم مورد لطف شما قرار گرفتیم و در برنامه ما شرکت میکنید. خواهش میکنم. با سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی سازنده و مفید داشته باشیم. آقای دکتر، بهانه گفتگوی ما این بار با شما در مورد حوادثی است که همه ما شاهد هستیم و در واقع دنیا ازش متأثر هست و در سراسر دنیا به خصوص خاورمیانه بحران عظیمی ادامه داره. شورشیان طرفدار روسیه چند روز پیش یک هواپیمای مسافربری رو با موشک‌های ساخت روسیه سرنگون کردن که 298 نفر جان باختن و هیچ کس از اون سالم نیامد. در لیبی شورشیان جنگ داخلی بسیار بدی را آغاز کردن که عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت. داعش در حال پیشروی در سوریه و عراق هست و از همه مهمتر که الان حدود سه هفته است شاهدش هستیم، جنگ در غزه هست. حمله هوایی اسرائیل و متعاقب اون حمله زمینیش که الان تصاویر و ویدیوهایی که میاد همه دلخراش و بسیار ناراحت کننده است. به نظر میاد که این دنیا هم، یعنی سیاستمداران بزرگ جهان هم، در یک حالت انفعال در انعکاس به این حوادث هستند. میخواستم نظر شما رو جویا بشم در این مورد. شما چه فکر میکنید؟ بله، واقعا فکر میکنم همونطور که شما توضیح دادید ما شاهد بحرانها و شرایط بسیار سخت و خطرناکی در چند منطقه هستیم. شرایطی که در خاورمیانه و شمال آفریقا پیش اومده خیلی باعث نگرانی ها و فجایع زیادی شده، هم در سوریه و عراق و داعش اونجا مشغول فعالیته و همین چند هفته اخیر در غزه که واقعا هر روز صحنه ها و خبرهای بسیار تکان دهنده ای از کشتار مردم منتشر میشه و دست دست افراد غیر نظامی که هیچ نقشی در این بحران ها ندارن و تنها به دلیل اینکه در اون منطقه زیست میکنن گرفتار مصائب این فجایع میشن. و بعد اشاره شما کردید به مسئله اوکراین که البته خب
اونجا یک مسئله اروپایی است و رابطه مستقیمی با مسئله خاورمیانه نداره ولی همزمانیش مشکلاتی رو در روابط بین‌المللی ایجاد کرده و جوامع مختلف غربی و روسیه به خصوص در این مسئله با هم درگیر شدن به لحاظ سیاسی و بعد مهمتر از همه همین که اشاره کردید در برابر این همه فجایعی که داره رخ میده هم در شمال آفریقا در لیبی و جای دیگه و هم در خاورمیانه در به خصوص در فلسطین و غزه که این همه کشتار و مصیبت داره بار میاره متاسفانه جامعه جهانی یا نمیتونه یا به اندازه کافی تلاش نمیکنه که در برای جلوگیری و قطع این همه خونریزی ها و فجایع کار انجام بده و این واقعا یه فاجعه مضاعفه چون خود اون مسئله که ما شاهد این صحنه های فجیع هستیم نشون میده که چطور سطح جنگ به جای رسیده که همه قوانین مربوط به جنگ و رعایت حیات غیر نظامی ها به کنار گذاشته میشه و دارن فجایعی رو مرتکب میشن که به قول نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل جنایت جنگی داره رخ میده و اسناد و شواهد زیادی وجود داره و از این طرف هم جوامع غربی و کل جامعه جهانی در برابر این همه فجایع کار انجام نمیده و هیچ اقدامی که بتونه موثر باشه صورت نمیگیره و بعد عواقب اینها به کجا خواهد رسید من فکر میکنم هنوز یه سری مسائلی داره پیش میاد که قابل پیش بینی نیست یعنی اگر این کشتار غزه تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه و به کجا برسه یا مسئله داعش تا کجا پیش میره یا خشونت هایی که در سوریه رخ میداد و هنوز هم رخ میده و تعجب نکنیم که اگر بشنویم که در جریان این حملاتی که به غزه شده و تصاویر و خبرهای مربوط به غزه تیتر اصلی رسانه های عمومی جهان بوده در همین روزها در خود سوریه هم کشتارهای زیادی رواج داشته و صدها نفر در اثر برخوردهای نظامی و بمبارانهایی که از طرف حکومت اسد صورت گرفته جانشون از دست دادن و داعش هم همونطور که میدونید در اون منطقه ای که تحت تصرف در آورده یک تشکیل دولت دست داده و داره مناطق اطرافش رو تهدید میکنه و هنوز تهدید داعش جدی است مسئله نیستش که داعش به یک منطقه محدود خودش رو منحصر بکنه و بعد با توجه به شرایط عراق و سوریه که داره بسیار شرایط بحرانی ایجاد میشه من فکر میکنم در آینده چندان دوری ما هنوز نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این تحولات و این بحران ها به یک نقطه ختمی برسه و حداقل اینکه دیگه ما شاهد یک نوع گرایش یا تحولات به طرف یک جامعه سالم و به هر حال خارج خشونت داشته باشیم بنابراین منم فکر میکنم این مسائل وجود داره این حرکات خیلی خطرناکه و متاسفانه کسانی که دست در کار هستند در مورد فلسطین هم حماس و هم دولت اسرائیل بدون توجه به اینکه این حملات و بمباران ها چقدر به افراد غیر نظامی ضربه وارد میکنه به خصوص در مورد غزه چون به هر حال حملات حماس کمتر مؤثر واقع میشه دولت اسرائیل با پیشرفت بسیار زیاد تکنولوژی و فناوری ضد موشکی که در اون گنبد آهنین به اصطلاح معروف شده میتونه جلوی آثار این حملات موشکی رو بگیره ولی مردم غزه که هیچ وسیله دفاعی ندارن مرتبا دارن هر روز شب تلفات میدن و همین در همین لحظات که صحبت میکنیم این بمباران ها باز شروع شده یکی دو روز اول یه آتش بس موقت بود برای اینکه مردم بتونن از خونه هاشون بیرون بیان و دنبال تهیه غذا و امکانات بگردن و بعد به خاطر عید فطر یه مقدار هر دو طرف در از عملیاتشون کم کردن ولی در آخر وقت امروز خبر میاد که باز میدن حملات شروع شده و همونطور که ما صحبت میکنیم ممکنه افرادی الان در زیر حملات بمب ها و خمپاره های اسرائیلی قرار گرفته باشن و اونجا یک عده زیادی باز تلف بشن
ادامه دادن مسائلی است که علاوه بر اینکه خود این فجایع واقعا غیر قابل تحمله، سکوت یا بیعملی یا به هر حال قصور یا ناتوانی جامعه ملل و سازمان‌های بین‌المللی هم به نظر من بر شدت فاجعه افزوده و این مشکلات رو چند برابر کرده. آقای دکتر، مسئله دیگری که الان خیلی باهاش روبرو هستیم این سرگردانی خبری هستش. الان منابع خبری بزرگ دنیا، حتما در انگلیس هم همینطور هست، رویتر حتما داره طرفداری، یعنی خبرهایی که میده به طرفداری از اسرائیل هست، اینجا سی ان ان، فاکس، همه این کار رو دارن میکنن و عده کمی میدیا یا رسانه‌ای ما سراغ داریم که به طرف متمایل به طرف غزه و فلسطین باشه و این یک سردرگمی خبری میده، به خاطر اینکه در واقع این رسانه های این جبهه گرفته در حال مسابقه و جنگ با همدیگر هستند و با قدرتی که لابی اسرائیل در کشورهای بزرگ داره و میتونه رسانه ها رو کنترل کنه، کاملا این رسانه ها رو در قدرت خودش نگه داشته، در دست خودش نگه داشته و کمتر ما خبر صحیح و درست میشنویم، مگر اینکه انقدر این خبرها رو بخونیم. من خودم سعی میکنم از میان سطور خبر بهتری رو پیدا کنم از دو طرف. شما چی فکر میکنید نقش رسانه ها در یک چنین فاجعه انسانی به نظر شما چیست و آیا واقعا دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن؟ بله، خب جنگ تبلیغاتی خودش بخشی از یک جنگ بزرگتری است که مکمل جنگ نظامی است. یعنی اون طرفی که به لحاظ نظامی از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار هست، به همون نسبت هم از امکانات تبلیغاتی بیشتر برخوردار و میتونه تبلیغات و خبرها رو به نفع خودش در جهان به نحوی کنترل کنه یا اینکه به هر حال اشاعه بده. همونطور که اشاره کردید، ما میدونیم که در کل ساختار سیاسی غرب و همچنین در مطبوعات و رسانه‌های عمومی لابی‌های اسرائیلی، طرفدار اسرائیل خیلی قوی هستند و میتونن خیلی سریع کار بکنن، از امکانات زیادتری برخوردارن و در مقابل اون طرفداران فلسطین می‌بخشید بیشتر مجبورن که به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنن که امکانات بسیار به هر حال کم خرجتری است، ولی به همون نسبت کمتر برد داره و بردش نمیتونه مانند رسانه های عمومی، تلویزیون و رادیو و خبرگزاری های بزرگ تأثیر بگذاره و این نابرابری امکانات در تبلیغات به طور طبیعتا در افکار عمومی جهان تأثیر میذاره. ولی توجه بکنیم در این حال من فکر میکنم شدت فجایعی که در غزه میگذره و کشتار و خونریزی هایی که صورت میگیره و به خصوص آمار بسیار بالای تلفات هم کشته و هم زخمی کودکان و زنان که خبر و تصویرش مرتب در سطح نامنشه میشه، اینقدر بوده که من کمتر فکر کنم کمتر کسی است که این فجایع رو و این صحنه رو ندیده باشه و از اون مطلع نباشه و این به نظر من در افکار عمومی مردم هم تأثیر میگذاره. من فکر میکنم در مقایسه با مثلا 3 هفته پیش، 4 هفته پیش، موقعی که 3 تا نوجوان اسرائیلی به اصطلاح ربوده شدن و بعد جسدشون پیدا شد و یک احساسات ضد فلسطینی در جهان شکل گرفت، در مقایسه با اون موقع من فکر میکنم شدت حملات اسرائیل به غزه و فجایعی که اونجا رخ داده اینقدر زیاد بوده که تمام اثر تبلیغاتی اون عمل که احساسات مردم رو به نفع اسرائیل این مقدار برانگیخته بود و ضد فلسطینی، اون اصلا فراموش شده. الان کمتر کسی است که از اون واقع صحبت میکنه، چون به هر حال اون چی که واقع هست داره رخ میده بسیار شدیدتر و خطرناکتره. بنابراین من فکر میکنم به هر حال این واقعیت هست که
امکانات تبلیغاتی طرف قوی تر به اون نسبت قوی تره و بیشتر میتونه در سطح جهانی کار بکنه و این تبلیغات هم بسیار مؤثره و دارن روش تلاش میکنن و در این حال اونقدر فاجعه شدیده که همه این تبلیغات نتونسته مانع از این بشه که مردم در سطح جهانی احساساتشون برانگیخته نشه و شاهد و این صحنه ها رو نتونن دربارش ببینن و بیندشن. ولی خب این واقعیت هست و کارش نمیشه کرد و تا وقتی که نابرابری اقتصادی، نظامی و در حال سیاسی در سطح جهان وجود داره، نابرابری های تبلیغاتی هم وجود داره و یک واقعیت غیر قابل اجتنابی است که جزئی از همون نابرابری های کل شرایط اجتماعی و سیاسی در سطح جهانی به شمار میاد. بله، در تایید گفته شما آقای برژینسکی که خودش بیشتر طرفدار اسرائیل هست، در یک مصاحبه اخیرا گفته بودش که این بزرگترین حرکت بزرگترین اشتباه نتانیاهو بوده که دست به این کار زده و عواقب بسیار خطرناکی برای خود او خواهد داشت در سطح جهانی. به هر حال برگردیم سر ایران. آقای دکتر، من مقالاتتون بخونم، مسلما میدونم که شما دنبال میکنید. از ایران آنطور که باید خبری باشه و گفتاری باشه و عملی صورت بگیره نسبتا کمتر میبینیم، غیر از کلماتی که آقای خامنه ای و سرداران همیشه کلمات بی اساسی یا تهدیدآمیزی گفته به زبان میآورند، چیز دیگری نشنیدیم. آیا این سکوت نسبی ایران معنایی داره؟ ببینید، ما میدونیم که سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام نه بر اساس صرف تعلقات ایدئولوژیک و بلکه بر اساس گرایش ها و به هر حال منافع دیگری است که رابطه مستقیمی با گرایش ایدئولوژیک نداره. سالها بود که جمهوری اسلامی ایران با حماس از نزدیک کار میکرد، بودجه در اختیار حماس گذاشته بود و ایران مرتب تغذیه میکرد و بهشون اسلحه و راکت و امکانات نظامی میداد و در برای رسوندن اینها هم به منطقه حماس از امکانات مختلفی استفاده میکرد. تا شرایطی که در سوریه پیش اومد و میدونیم اونجا که فشار و سرکوب شدیدی که رژیم اسد از مخالفان خودش و از جمله اخوان المسلمین صورت داد، برای حماس هم سنگین بود. تا اون موقع حماس با رژیم سوریه هم همکاری میکرد، ولی درگیری اخوان المسلمین با رژیم اسد و فشار و سرکوب شدیدی که رژیم اسد بر اخوان المسلمین وارد کرد باعث جدایی حماس از رژیم سوریه شد و این مسئله در رابطه حماس با ایران هم تأثیر گذاشت، چون جمهوری اسلامی ایران از رژیم اسد 100% حمایت کرد و میکنه و با هیچ جریانی که در برابر اسد بیسته حاضر به همکاری و به هر حال نزدیکی نیست. جدایی حماس البته از سوریه ساده نبود، چون بودجه عظیمی رو از دست میداد. یه مدتی با وجود آقای مرسی در عنوان رئیس جمهور مصر و اوضاعشون با مصر خیلی نزدیک شده بود و از اونجا کمک‌ها می‌گرفتن و بعد که اون آقای مرسی سرنگون شد و حکومت سیسی روی کار اومد، این حکومت باز با اخوان المسلمین رابطش به هم خورده بود و علیه اخوان المسلمین اقداماتی کرد، سرکوب کرد اینا رو و باز هم از حمایت مصر هم محروم شد و این دفعه قطر بود که به کمک حماس اومد و تونست اون کسری بودجه و امکاناتی رو که حماس از جای دیگه گرفت جبران بکنه. بنابراین رژیم ایران در وضع موجود رابطه مستقیمش با حماس خیلی کمتر و ضعیف‌تر از اون روابطی بود که تا چند سال قبل و قبل از سرکوب‌های سوریه وجود داشت و به همین دلیل هم هستش که در شرایط فعلی حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران می‌کنه بیشتر در حد حمایت‌های لفظی است که خب همه رژیم‌های حاکم بر جوامع اسلامی انجام میدن و بیشتر در همون حد و کمتر حاضر هست که با حماس از نزدیک کار بکنه یا خود حماس کمتر حاضر با جمهوری اسلامی ایران کار بکنه. و بعد با ورود قطر هم به این معادله که جا
جبران کرده کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران رو، نیازی هم حماس یاد به جمهوری اسلامی ایران دیگه نداره و میتونه مستقل از اونجا کار بکنه. بنابراین تعجبی نیست اگر جمهوری اسلامی ایران در فجایع در گذشته در فجایع مانند اون چیزی در چچن می‌گذشت و سکوت می‌کرد و علی‌رغم ادعاهایی که خودش رو مدافع مسلمان در تمام جهان اسلام می‌دونست و برای حماس و فلسطینیان کلی به اصطلاح احساسات همبستگی نشون میداد، ولی در برابر فجایعی که در چچن می‌گذشت و چون از طرف رژیم نزدیک و دوست روسیه اونجا اعمال می‌شد کمترین اعتراضی برنیاورد، اینجا هم اگر ما ببینیم که مسلمانانی در زیر حملات سنگین و مرگبار خمپاره‌ها و مشک‌ها و بمب‌های اسرائیلی دارن شب و روز له و لرده میشن، میتونه با یک عکس العمل کمتر و ساده تری برخورد بکنه و فقط برای حفظ ظاهر این عملیات رو محکوم بکنه، و یا اینکه آقای خامنه ای از تهران بنشینه و اونجا فتوا بده، یا اینکه دستور عمل صادر کنه که باید جبهه باید ساحل غربی هم مسلح بشه و اونها هم با رژیم اسرائیل بجنگن. گویی که ایشون از جان و حیات و زندگی فلسطینیان رو میتونه به راحتی براشون تعیین تکلیف بکنه و از اون تهران دستور بده که اینا در ساحل غربی چیکار باید بکنن. بنابراین من تعجب نکردم اگر جمهوری اسلامی ایران در مورد این مسئله به اون شدتی که در گذشته واکنششون میداد نداد، البته در حد تظاهرات، اون هم به خاطر اون تظاهرات سالانه روز قدس که جمعه آخر هر ماه رمضان انجام میشه طبیعی بود که به خیابان ها بیان و شعار بدن و سخنرانی کنن، و یا هنوز هم که هنوز طبیعی است که خبرهای مربوط به فجایع غزه رو منعکس کنن، ولی همونطور که شما اشاره کردید این برخوردها و این به اصطلاح همدردی ها بیشتر از سطح همدردی های لفظی فراتر نمیره و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی ایران در این مورد وارد یک نوع عملیات یا فعالیتی بشه که بتونه توازن قوا رو در غزه تغییر بده، یا اینکه حماس رو بتونه اینقدر تقویت کنه که در برابر اسرائیل بتونه بیشتر و موثرتر فعالیت کنه. آقای دکتر سپاسگزارم ازتون و مثل همیشه اطلاعات بسیار غنی رو در خدمت در اختیار ما گذاشتید. امیدوار هستم که در آتی هم بتونیم از لطف شما برخوردار بشیم. خواهش میکنم و امیدوارم که در آتیه ای که ما شاهد شرایط بهتری باشیم که همش به فکر و مصیبت قول معروف مشغول نباشیم. شبتون خوش در لندن. همچنین برای شما. متشکرم. بینندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی کوتاهی داریم با خانم شقایق کمالی، خواننده سوپرانو و کسی است که شما با او رو با ترانه‌هایی مثل سر اومد زمستون یا آفتابکاران جنگل و وطنم وطنم و ترانه‌های محلی که دوباره خوانی کردم با تنظیم های جالب به یاد میارید و میشناسید. این بار خانم کمالی همراه همکار همیشگی خودشون آقای سیاوش بیضایی
موسیقیدان و کاندکتور و رهبر ارکستر کار بسیار جالبی رو کردن و بر روی شعری از اشعار شاعر بزرگمون آقای فریدون مشیری با عنوان موج و با همین عنوان ترانه‌ای رو خلق کردن که بسیار زیباست که من حیف دیدم که در موردش صحبتی نشه و این گفتگوی کوتاه رو با خانم شقایق کمالی انجام دادم و ازشون اجازه گرفتم که در انتهای این گفتگو ترانه رو با هم بشنویم که هم به قول معروف حسن ختامی برای برنامه ما باشه و هم یک کمی باعث انبساط خاطر شما بشه در این روزهای بسیار بد. به این گفتگو توجه می‌فرمایید، گفتگو از طریق اسکایپ ایشون در آلمان هستند انجام شده و تقدیم حضورتون میشه. تا چند لحظه دیگر در خدمتتون. پنج، چهار، سه، دو، یک. سرکار خانم شقایق کمالی، با درود به شما و سپاس از این که پذیرفتید در برنامه با باشید. با درود و سلام به شما و همه بینندگان عزیز. خانم کمالی، بهانه گفتگوی ما پخش جهانی ترانه تازه ایست از شما با عنوان موج که بر روی شعر شاعر بزرگمون آقای فریدون مشیری نوشته شده و آهنگ اون ساخته و تنظیم آقای سیاوش بیضایی است و با صدای رسا و سوپرانوی شما. من خودم چندین بار این ترانه رو گوش کردم. اون چیزی که دستگیر خود من شد این هستش که آقای بیضایی با ظرافت کامل از دو موسیقی کاملا جدا استفاده کردن، موسیقی سنتی غرب و موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی خودم ایران، و اینها رو در پیش درآمد این ترانه هر کدوم ابتدا خودشون رو برای چند لحظه معرفی میکنن و بعد به هم تنیده میشن این دو رشته موسیقی و در طول ترانه ادامه پیدا میکنن و با صدای شما که تحریرهای مختلف به صداتون میدین این کار ادامه پیدا میکنه و ممتد هست. من این دستگیرم شده. اگر ممکنه خود شما توضیح بیشتری بدید، شاید که من درست یا غلط یا همچین تصوری داشتم. بله، درست شنیدید. این موسیقی تلفیقی هست از موسیقی سنتی ایرانی، دستگاه نوا، این ترانه در دستگاه نوا هست و با استفاده از یک عنصر موسیقی غربی به نام هارمونی. چیزی که این تو این ترانه اتفاق میفته اینه که از فرمول‌های معمول هارمونی موسیقی غرب ازش استفاده نشده، بلکه هارمونی که استفاده شده دقیقاً از دل خود موسیقی ایرانی انتخاب شده و در اومده. و همونطور که گفتم این قطعه در نوای صلح هست، البته ابتداش در قطعه در گوشه جامدران، یعنی شروع قطعه در جامدران هست که البته نوا و این گوشه خیلی با هم ربطی، اصلا با هم ربطی ندارن و معمولا در موسیقی سنتی هم اینها با هم و پشت سر هم استفاده نمیشه، اما در این موسیقی آقای بیضایی این استفاده رو کرده. در جامدران این ترانه شروع میشه و بعد وارد دستگاه نوا میشه و باید بگم که این دستگاه نوا، مشخصه دستگاه نوا اینه که این دستگاه دارای فیلتلتون، حتی دارای ربع پرده هست و هارمونیزی کردن موسیقی که ربع پرده داره اصولا کار ساده‌ای نیست. چرا شعر روانشاد مشیری رو انتخاب کردید برای این ترانه و چه مدت طول کشید؟ میدونم ترانهاتون شما تک ترانه در واقع تولید میکنید نه آلبوم. چه مدت طول کشید این ترانه رو آماده کردید و آماده پخش شد که الان در دسترس است؟ بله،
خب یه انتخاب شعر یه مقدار خب به ساختار موسیقی که به اصطلاح آدم در نظر داره اول باید بخوره. یعنی در حقیقت موسیقی احتمالاً در ذهن آهنگساز هست و این به دنبال یک شعری میگرده برای اون ایده‌ای که داره و این ایده خب مسلماً با این شعر فریدون مشیری خیلی خیلی مچ شده. این که حالا چرا این شعر انتخاب شده، دلیل دیگرش اینه که خب این شعر فوق‌العاده مفهوم داره و نمایانگر اون به اصطلاح خمودگی فرهنگی هست که ما ایرانی‌ها در حال حاضر به سر می‌بریم. خانم کمالی، پرسش دیگر من یک کمی خصوصی‌تر است و اون این هستش که من ترانه‌های شما رو قبلا گوش کردم، باز هم دوباره گوش میکردم و لیست اونها رو در واقع بررسی میکردم، دیدم که اغلب قریب به اتفاق این ترانه ها، اگر ترانه های محلی هستن، تنظیم آقای سیاوش بیضایی هست و اگر که ساخته های خودشونی هست و تنظیم خودشون کار خودشون هست و همه این ترانه ها به وسیله شما خونده شده و این نشان دهنده این هستش که شما کار ممتد با یک دیگر دارید. و پرسش اینجا یا این کنجکاوی اینجا اینطور پیش میاد که آیا این کار ممتد و ادامه دار شما و همیشگی شما آیا به پویایی و تنوع کار هنری شما لطمه نمیزنه؟ البته باید بگم که من ترانه هایم از دوست آهنگسازم آقای ناصر خرمی اجرا کردم، ترانه های کوتاهی که ایشون چندین سال پیش برای آواز و پیانو نوشتن. البته متاسفانه نمونه های شنیداری از اونها نیست، ما اینها رو در کنسرت اجرا کردیم. اما پویایی، اولا باید بهتون بگم که این کاری که من میکنم سبک من هست. من یه خواننده ایرانی هستم و دوست دارم که به زبون خودم بخونم، نه تنها اون، بلکه دوست دارم موسیقی خودم رو در غرب معرفی بکنم. خب اینا دلایلی هست که باعث میشه که من خب با هر کسی نتونم کار بکنم و این سبکی که الان استفاده میشه، یعنی در حقیقت سبک تلفیق موسیقی کلاسیک غربی با موسیقی کلاسیک ایران، موسیقی سنتی ایران یا موسیقی محلی، چیزی هست که منم احساس باهاش میتونم برقرار بکنم و به خاطر زبانی هم که میخونم خیلی راحت‌تر میتونم بیانش بکنم. و مشکل دیگه ای هم که هست، من دوست دارم راستش با آهنگسازهای دیگه هم کار بکنم. خیلی از دوستان هستن که کارهاشون رو بر من فرستادن، اما متاسفانه سبک من نیست. من فکر میکنم وقتی گوش کردم دیدم که من فکر کردم که خواننده‌های دیگه خیلی بهتر از من شاید این ترانه‌ها رو بتونن بخونن. مشکل دیگه که هست برای همکاری اینه که ما در تبعید به سر میبریم. در حقیقت هم مشکلی که ما تمام ایرانیان در خارج از کشور داریم، ما موزیسین های ایرانی دور از هم هستن. ما اگر بخوایم با هم همکاری بکنیم با هزینه فوق العاده زیاد و وقت خیلی زیاد وابسته است که خب یه مقدار مشکل کردیم. من ازتون سپاسگزارم که این وقت رو به ما دادید و در ضمن ازتون اجازه میخوام که این گفتگو رو پایان بدیم با ترانه موج، ترانه که ازش صحبت کردیم و از قول من به آقای بیضایی هم بگید دست مریضات، دست کار بسیار زیبایی کردن و امیدوار هستم که در آینده کارهای دیگری از شما بشنیم. مرسی، متشکرم، موفق باشید.
جوانی به فریاد رس می زند موج آه آه بینندگان گرامی، این ترانه زیبا پایان بخش برنامه این هفته ما بود. ولی قبل از اینکه با شما بدرود بگم، نکته کوتاهی رو خدمتون میگم و بعد سپاسگزاری میکنم از تمام دوستان و همکارانی که در این برنامه با ما همکاری کردن. ترانه‌ای که شنیدید و صحبتی که با خانم کمالی شد، در واقع به عنوان آغازی برای این نوع برنامه ها ما در نظر گرفتیم. امیدوار هستیم که شما هم مشوق ما باشین در این راه و تصمیم بر این هستش که هر هفته با
اگر امکانات باشه با هنرمندی صحبت بکنیم و صحبت کوتاهی بکنیم و کار او رو پخش بکنیم یا کاری که خلق کرده پخش بکنیم. از شما هم کمک میگیریم اگر که کسانی رو در نظر دارین، هنرمندانی رو در نظر دارید که ما باشون گفتگو کنیم، با کمال میل این کار رو انجام خواهیم داد. و در این بخش از برنامه طبق روال همیشگی شایسته میدونیم که سپاسگزاری کنیم از میهمانان و کسانی که در برنامه شرکت داشتن. آقای دکتر حسین باقرزاده از لندن، خانم شقایق کمالی از آلمان، کلن آلمان، و دوستان و همکاران خودم رامین کلانی و آیدا مظلومی. و در آخر ولی نه کمتر سپاسگزارم از بخش فنی تلویزیون اندیشه و مدیریت این تلویزیون که پخش این برنامه رو ممکن ساختن. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، بدرود.